در نظام قتل عام از هر وسیله‌ای برای قتل عام مردم در جهت حفظ حاکمیت پوسیده استفاده می شود. در این نظام بورس هم قتلگاه مردم می شود. در حوزه اقتصاد مردم منتظر اقدام عملی هستند. بورس قتلگاه مردم شده. به خدا ما گناه داریم، ما رو گروگان گرفتین اونجا، حاصل یه عمر زندگیمون رو جمع کردیم گذاشتیم از پشت سربر ما خنجر کشیدین، این رسمشه؟ بعد میگیم یزید یابد بودن امام حسین رو دعوت کردن و خنجر گذاشتن بیخ گلو امام حسین، شما هم همین کار رو کردید. این همه خنجریست که خامنه ای نشان داد، روحانی تیز کرد و رئیسی بر قلب مردم فرود آورد. متاسفانه در دولت 13 ما شاهد تغییر نیستیم. این به این دلیله که همه اینها فقط در حد یه شعار مونده. فرضاً دولت میخواسته تأمین مالی بکنه، شاخص رو به یه حدی رسوندن و بر اساس قیمت‌های بالا سهم خودشون رو به مردم فروختن و از بازار پول رو خارج کردن. کی این کار رو کرده؟ دولت. خب یه همچین غولی وقتی تو بازار وجود داره، خب یه تکون بخوره سهامدارا ریز میفتن پایین. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خامنه 11 آبان در طول ماه‌های اخیر 70 میلیارد دلار از سرمایه‌های مردم در بورس از بین رفته است. من گناه کردم، من جوون کل سرمایه زندگی ما آوردم تو خراب شده سرمایه گذاری کردم، الان باید سرزنش خانواده‌ام بشنوم، زندگیم از هم بپاشه، هیچ کس هم جوابگوی من نباشه. مگه نگفتن همه چیزتون رو به بورس بسپارید؟ سپردین، این بود رسمش؟ بورس قتلگاه مردم شده. چرا آخوندی که مردم را به بورس تشویق میکرد امروز از قتلگاه بورس میگوید؟ تعلل در اصلاح این روند موجب شعله بر شدن آتشی است که هیمنه ملک و ملت را به خاکستر تبدیل خواهد کرد.